مهمان من در نوجوانی به ادبیات علاقه داشت ولی در دبیرستان رشته ریاضی خود برخلاف انتظار خانوادهش کسب و کار پدرش رو پیشه نکرد و به دانشکده هنرهای دراماتیک رفت ولی وقتی در سال 1358 یکی از داستاناش رو نشون یکی از نویسنده های معروف داد نویسنده به اون گفت تو نویسنده نمیشی برو لحاف دوست شد ولی ده سال بعد رومانی منتشر کرد که همه رو به تعجب واداشت او که حالا چند سال است اینجا در برلن در تبعید به سر میبره همچنان مینویسه و منتشر میکنه عباس معروفی به برنامه به دیگر خوش آمدید آقای معروفی برخلاف کنایه اون نویسنده شما لاف دوز نشدین و شدین نویسنده و نویسنده بسیار موفقی هم شدین تا چه حد اون توسعه دوم آقای گلشیری موثر بود تو این کارتون من اول سلام عرض کنم خدمت بینندگان عزیز و تشکر کنم از شما آقای فانی برای اینکه این فرصت رو برام فراهم کردین که بتونم با مردم ایران حرف بزنم ببینین زمانی که من شروع کردم کشور تازه در حال یک انقلاب بود و داشت یه چیزی شکل می گرفت همش, همش رو به امید بود و خب این برای جوون مثلا 18-19 ساله خیلی حرفه بر سر دو راهی قرار گرفتن اینکه مثلا تو یک باره ول کنی به قول آقای گلشیری بری لافتوز بشی یعنی ول کن این کارو یا اینکه نه جدی بخونی و خب خیلی جدی به من گفت تو بی تو باید دو هزار جلد کتاب بخونی و من خب رفتم شروع کردم به خوندن و خب دورا دور هوامو داشت گاهی میگفت مثلا تو باید نصر مشروطه رو بخونی من مثلا میشستم کارهای مینووی نمیدونم فروزانفر اینجور آدم ها رو که فقط ببینم چرا مثلا وقتی میگیم آنچه نباید بگیم آنچه که چون آنچه همه چی درش هست چیزهایی که نصر رو پاکیزه میکرد و چقدر وقت صرف کردین برای اینکه خودتون آماده بکنید برای تسلطتون به نصر برای تسلط به نصر بکنم سی سال یعنی اینکه بتونم اون تسلط کافی رو پیدا کنم یه وقتی هستش میگن که یه نفر نویسنده است ولی من میخواستم نویسنده بشم برای شدن هنوز هم فکر میکنم جا دارم یعنی هنوز هم فکر میکنم که باید مسلط بشم و نصر رو هی پاکیزه تر کنم هی شسته رفته تر کنم ولی همین همین الان که دارم زندگی میکنم، کنم می کار میکنم. کنم همش فکر کنم از یه بچه چهار ساله هم یاد میگیرم. و برای همین همیشه فکر به زودی شاهکار خواهم نوشت خب خیلی خوبه که این به هر حال امید داشته باشین همیشه به عنوان یک نویسنده ولی یک شاعر نویسنده دیگه ای هم به شما توصیه دیگه ای کرد سپانلو چی بود توصیه آقای سپانلو سپانلو موقعی که رمان رو ورق زد توی اتاق کار من پشت میز باز بود رمان رو میزم بود نشست تا قضا حاضر بشه و توی یکی از اون جلسه های داستانخانی بود که من شاگرد داشتم سپانلو به عنوان یه مهمان اومده بود و دیگه اونا رفتن شاگرده من رفتم و سپانلو موند و دیگه نشست شروع کرد به خوندن و تا قضا بخوریم تو این فاصله به من بلند شد گفت این شاهکاره فقط تو باید نصر... در مورد رمان سمفونی مردگان صحبت راجع به سمفونی مردگان گفت فقط تو باید نثر تو پاکیزه کنی تو همون دوره بود که من حرف سپانلو رو با حرف گلشیری دوختم و دیدم که نیاز دارم یک بار دیگه برم سراغ ادبیات بعد از ادوارد براون یعنی اون استادایی که صورتگر و برحال استادای ادبیات که اومدن توی ایران عباس اقبال و اینا نشستم اینا رو خوندم و بعد فهمیدم که چقدر راست گفته به من چقدر چقدر آشغال ریخت از توی این متن و حالا خب من سالها گذشته الان که نگاه میکنم میبینم اگر الان دوباره بخوام بنویسم باز هم ازش خواهم ریخت چون فکر میکنم هنر یک جایی شبیه یعنی مبنای ما شباهت پیدا میکنه با مجسم سازی ما اجازه نداریم هی بتونه کاری کنیم هی بچسبونیم هی زیاد کنیم چون بتونه کاری نشون داده که معمولا میریزه بتونه ها در اثر زمان و سرما و گرما میریزه ما بهترین کاری که میتونیم بکنیم به پیروی از پیکرتراشان اثر رو بتراشیم یعنی انقدر بتراشیم بتراشیم که انقدر سیغلیش کنیم که من تو یکی از شعرهای عاشقانه گفتم آنقدر سیغلت خواهم داد که لباس روی تنت لیز بخورد یعنی یه جوری که لباس روی تن اثر لیز بخوره و بیفته <applause> بسیار خوب شما حالا به هر آقای معروفی از جذب کرده بودین که نویسنده بشین از دوره اون جوانی و علا رقم به حال توصیه های شاید منفی در بعضی موارد و توصیه های مثبت رو همه اینا رو در نظر گرفتید و تلاش کردید و شدید یک نویزنده بسیار موفق در داخل کشورتون ولی خب یه شما از اون محیط کنده شدین و اومدین در خارج از کشور و در یک محیط نامعنوس و با مشکلات زیادی مواجه شدید اونطور که خودتون توضیح بدید چه مش... مشکل اصلیتون چی بود وقتی اومدین در خارج؟ ببینید من همیشه فکر کردم کار سیاسی نکردم حتی یک اعلامیه هم تو عمرم پخش نکردم یعنی همیشه فکر کردم معلمی کردم و نوشتم ولی یک زمانی بوی برادرکشی رو به مشام کشیدم برای اینکه این یک روزی روشن بشه شاید سی سال باید میگذشت یک زمانی که من به دوستان میگفتم بابا من اصلا کار سیاسی نکردم و اینا منو دارن میزنن اینا و خب خیلی تنها بودن و خب قیمت گرونی پرداخت شد و این امید و این شور که من تو کشور خودم متولد شدم تو کشور خودم بالیدم کار ادبی کردم سالها دبیر دبیرستان بودم ادبیات درس دادم خب بعد یک باره در سن سی و هشت سالگی من احساس کردم پرونده زندگیم تو ایران بسته شد من پرتاب شدم به یه جایی که تا مدتی نمیدونستم چرا افتادم اینجا چون من هیچ وقت دارم نمیخواست خارج از کشور زندگی کنم همیشه فکر میکردم تو کشور خودم میبالم رشد میکنم شاگرد تربیت میکنم حالا خیلی راحتتر میتونم با مردم حرف بزنم که من کار سیاسی نکردم من کار ادبی کردم همچنان که موقعی که من رفتم پناهنده شدم توی آلمان به قازین گفتم گفتم مثلا کار سیاسی نکردم ولی جونم در خطره این به هر حال برای کارنامه یک نظامی به نام جمهوری اسلامی جز شرمساری چیزی باقی نخواهد موند چون من ایران دوست دارم حالا صرف نظر از اون محیطی که شما بسیار ناراضی بودین و ازش اومدین بیرون در اینجا که اومدین مشکلتون چی بود؟ من اینجا که اومدم حال مسئله قریبگی و قربت بود اینکه خب من به راحتی نمیتونستم با گروه های سیاسی رابطه بگیرم اهل نمیدونم دیسکو و نمیدونم مهمونی های آنچنانی نبودم و خب خود تبعید یک تبعید دیگه هم در برداشت یعنی من تبعید در تبعید رو سپری کردم 13 سال این یک کم درد یعنی احساس تنهایی و انزوا می‌کردین در محیط آلمان شدیداً یعنی احساس تنهایی هست ولی خب به هر حال نشستم تو تنهاییم سعی کردم اون پیکر اون نویسنده رو بیشتر بتراشم چون فرصت بیشتر داشتم شما در یک مقطع یک نامه نوشتین به آقای گونتگراس نویسنده مشهور آلمانی و شکوه کرده بودین از وضعیتیتون که شون حالاتی اون شکفه شما رو قبول نکرد چی بود شکایتتون اون موقع؟ ببین من با فرمالیته ها در افتادم یعنی اینا میگفتن که شما پناهنده این ما تازه هفت ماه بود اومده بودیم و زیر نظر اداره سوسیال بودیم باید یک نامه ای رو امضا کنیم که مثلا رفتی کاری رجوع کردی برای کار و اونا بهت کار ندادن بیاییم ما حقوقت بدیم و خودشون هم میدونستن که فرمالیتاس هست من زدم زیر این یعنی گفتم مثلا من این فرمالیت ها رو قبول ندارم من نویسندم، پزشکم نبودم مهندس هم نبودم بنابراین نمیتونم پیتزا هم بپزم من میخوام کار خودم رو ادامه بدم و خب خیلی رنج کشیدم تا تونستم این کار رو بکنم یعنی من حتی یک دوره ناچار شدم توی هتل کار کنم مجبور بودم که یک دوره ای رو بگذرونم تا برسم به محله بعدی ولی به هر حال حرفم رو زدم بهش ولی ممکنه خیلی ها به شما ایراد بگیرن و کمان که گرفتن هم که به هر حال سرنوشت بسیاری از آدمایی که حالا نویسنده بودن شاعر بودن و کارهای هنری میکردن و اومدن خارج و دوچار این وضعیتی شدن و شما به نوعی با اصطلاح خیلی آمیانه کمی نازک نارنجی بودین تو این زمینه نه من اصلا چیزی ازش نخواسته بودم چیزی نخواسته بودم فقط اومدم به خودشونو به خودشون نشون دادم یعنی توی این رمان جدیدم هم سعی کردم اینا رو به خودشون نشون بدم با اینکه من توی جامعه زندگی میکنم و طبیعیه که نسبت به وضعیت موجود معترض باشم یعنی ذات نوشتن اعتراض هست یعنی یکی از کارهای قشنگی که خودم تو زندگیم کردم و واقعا دوستش دارم این که من مثلا به سه تا دخترام یاد دادم که به من معترض باشن تو خونه من به من اعتراض کنن و یاد بگیرن میدونید یکی از کارهایی که به برا حال برام مهم بود تو این آلمان بکنم اینکه که نه من مرعوب این فضا و چراغونی ها و این غرب و این فضای دموکراسی ظاهری نیستم من معتقدم که اینجا هم وقتی بخوان له کنن آدم ها رو با پنبه سر میبرن و خب اینو به خودشون نشون دادم بسیار خب یه مشکل دیگه تونم با ایرانیای خارج از کشور به خصوص در آلمان بود چی بود مشکلتون بود ایرانیای دیگه که به حال حتی با رمان فریدون سه هم مشکل داشتن با این نامه هم مشکل داشتن ببینید من چون حزبی سیاسی نبودم و کار گروهی نکردم سمپات گروهی نبودم در واقع تصویری که دارم یه تصویر اشایریه من دیدم گاهی اوقات که توی سنگ سر وقتی ما میشه فصل زایش میشه هر بره ای میره زیر سینه مادرش و شروع کنه شیر خوردن بعد هست گاهی پیش میاد بر مثلا میشی سر زا میره یا میشی برهش رو گم میکنه و این بره دنبال یک پستان میگرده که مام مام مادر یه جوری که خودش رو وصل کنه و بعد اینا همه با این لغت اینو پرت میکنن هی میزننش این حسی بود که شما در بین ایرانی ها در اینجا آره یعنی فکر کردم امه. که چون من حزبی نبودم هر هر گروهی فکر کرد که این مال ما نیست با لغت منو میزد و خب برای من هم اهمیتی نداشت منم اونا رو هم نشونشون دادم به خودشون یعنی در واقع شما میشه گفت که در به اصطلاح رمان فریدون سپه سرداش به نوعی با برخورد به این ایرانی‌ها اینو انتقام گرفتین ازشون انتقام نگرفتم فقط نشونشون دادم یعنی خشکشون کردم گذاشتمشون تو موزه گفتم شما ها اینی طول و عرضتون اینه اندازه هاتون اینه شما با رؤیای ناصری این کار رو میکنید شما فکر نمی‌کنید یه یک, یک کمکی متکبران هست این برخورد؟ شاید هم باشه ولی به حال من کارم داستان نویسیه یعنی من از منظر با دوربین داستان در واقع دوربین داستان رو گرفتم و جامعه رو به خودش نشون میدم یعنی ببین اونجایی که تو سمفونی مردگان برادرکشی قریزی وجود داره بوی قریز. یعنی این بوی برادرکشی تو هوا هست که برادر بازاری میخواد برادر شاعر رو بکشه بعد تو 15 سال بعد از نگارش این رمان میبینی که برادر بازاری واقعا تناب گذاشته جیبش بره محمد مختاری رو بکشه یعنی اتفاق افتاد واسه جامعه ما و خب توی فریدون سپسر داشت این برادرکشی غریزی نیست دیگه ایدئولوژیک شده امه. یعنی من خودم هم همون برادره بودم که ایران میخواستم منو بکشن و یه جا توی سوئد یادم هست هموطنهای من به من حمله ور شده بودن تصوری داشتن که من نمیدونستم چیه فکر کرده بودم من مثلا نمیدونم نفهمیدم چی که میخوام در جایی شرکت کنم در حالی که من از ایندکس دعوت داشتم بعد قرار بود که بخشی از سانسور ایران رو به اینا نشون بدم و بعد شما فکر کنین یک نویسنده ایرانی از ترس ایرانی های حمله کننده تحت مثلا حمایت پلیس پلیس سوئد من خجالت میکشیدم بسیار خوب حالا یک مشکل دیگه برگردید به کار اصلی خودتون یعنی در واقع نویسندگی شما مشکل دیگه ای که شما اینجا اونجا در مصاحبه ها گفتید اینه که یعنی مشکل به نوعی که در ایران امکان نداره که شما آثارتون چاپ بکنین و مخاطبتون به هر حال مردم داخل کشورتون هستند شما میگین که ما اینجا هر درختی که میکاریم ریشش رو در آب میذاریم تا بریم یه روز تو ایران اینا رو بکاریمش این مشکل تا چه اندازه تا این سالهایی که شما در آلمان بودین بیشتر شده یا کمتر شده براتون ببینیم به حال سی سال گذشته و این بزرگترین دوره مهاجرت و تبعید ایرانی هاست و خب تا حالا شکل و شمایل نداشته ولی سال هاست این ده سال گذشته قشن آدم احساس میکنه که ادبیات تبعید داره شکل میگیره هنر تبعید داره شکل میگیره آروم آروم اینا دارن به هم نزدیک میشن و تصمیم گرفتن که یه سامانی به کارشون بدن چون نسل دوم هم در کاره من شخصیت خودم رو اندازه کردم یعنی توانایی های خودم رو چون من تجربه چاپخونه داشتم تجربه کتاب فروشی داشتم تجربه تلاسازی داشتم تجربه نجاری داشتم همه اینها رو جمع کردم تبدیل کردم به یک کتاب فروشی و یک چاپخونه یعنی فکر کردم خیلی خوب فرض میکنم اصلا امکان چاپ برای هیچ کتابی نیست من اینجا میتونم به اندازه یه مورچه کتاب چاپ کنم و می‌کنم. یعنی مبنا رو گذاشتم برای اینکه خب همه راهها بسته است من باید راه خودم رو باز کنم و این رو به دیگران هم یاد بدم یعنی اینکه بگم که, که خیلی خب ما اینجا امکان داریم و امکاناتش رو فراهم کردیم با بهترین شکل میتونیم هر کاری رو که تو ایران نمیتونیم بکنیم اینجا ادامه بدیم خب حالا اتفاقا میخواستم این سوال بکنم که حالا به ما الان نشستیم توی اینجا خانه هدایت اسمش گذاشتین شما و اینجا یک کتاب فروشیه که کار چاپینو هم میکنی. چقدر راضی هستین از این کارتون الان راضی که به هر حال راضی نیستم حال به هر حال این کاریه که مربوط میشه به حرفتون نه مجبورم نیستین توی هتل شبانه کار کنین یا پیتزا فروشی بکنین به قول خودتون آره معلومه ولی مجبورم یعنی اگر من مجبور نبودم یعنی اگر توانی شده می‌داشتم نصف روز وقت میذاشتم برای نوشتن من خیلی وقت کم میارم یعنی به خاطر اینکه ناچارم اینجا رو سر پا نگر دارم خودم رو سر پا نگر دارم از پس زندگی سخت تو تبعید بر بیام بخشی از عمرم داره تباه میشه با این حال پذیرفتم و پاشم وایستادم یعنی اینجور نیست که زه بزنم هر روز پا میشم خب شخصیتم هم شاید اینجوریه نمیدونم من مثلا زمین اینجا رو دلم میخواد خودم بشورم شیشه هاشو خودم میشورم دلم میخواد خودم تمیزش کنم اینجا رو تمیز نگه دارم برای اینکه من مثل رئیس جمهورمون فکر نمیکنم من فکر میکنم که وقتی آدم یه جایی هست نماینده بخشی از جامعه است من نماینده بخشی از ایرانی ها هستم و میخوام این رو نشون بدم که ما ایرانی هستیم این تمدن ماست این فرهنگ ماست این توانایی های ماست کوچولو تبعیدی هستیم و خب این کودتای اخیر و این انتخابات خیلی کمک کرد آه. باز برگردیم به رمانتون حس من اینه بر اساس اون چیزایی که من پیست کتاب شما که خوندم این که حداقل در دو تا از رمانتون یکی سمفونی مردگان و یکی هم تماما خصوصی که البته من نخوندم برای که چاپ نشده هنوز ولی اون بخشایش که توی انترنت گذاشتین و خوندم یه خود شما حضور دارید یه شخصیت خود شما در قالب شخصیت اصلی داستان به نوعی هست شاید من اشتباه بکنم ولی این چیزی که من میبینم این درسته؟ ببین شما خیلی دقیق نخاره میکشین در, در نهایت هر نویسنده خودش می مینویسه من البته نمیدونم چجوری بگم توی این مثلا به خصوص مثلا رمان تماما مخصوص مثلا این بود که یه،, یه یه ظاهری نشون بدم یعنی اسم شخصیت رو گذاشتم عباس در واقع خانندم رو فریب میدم اینو من نیستم ولی شما باهوشترین شما متوجه میشه این منم ولی من اصرار دارم که من نیستم تو سمفونی مردگان آیدین من نیستم ولی منم اورهان هم منم پدرم منم میدونی یه جایی آدم خودش رو در واقع مینویسه ولی یه جای... شخصیت یه شخصیتی بیشتر از بقیه نمود و بروز پیدا میکنه خب توی تماما مخصوص عباس مخصوصا اسمش رو گذاشتم عباس برای اینکه این هم جز قایده رومانه دیگه من میخوام با خانندم همه بازی همو بکنم پرداختن به سیاست برای یک نویسنده به نظر شما تا کجا میتونه بده؟ یعنی بازتاب دهنده وقایع باشه یا نگاهی فلسفی داشته باشه یا ریشی آبنده باشه همطور که مثلا فریدون سپسر داشت بود چیه چی باید باید به نظر شما؟ یعنی چطوری باست به سیاست پرداخت در عنوان یک ببین یه تعریف یه چیز پارادکس هستش من مثلا یه تعریف داریم انسان موجودی سیاسی این تعریف افلاطونه از انسان در یک جا هم نگاه میکنیم که من جایی تربیت شدم جایی بزرگ شدم که نباید وارد سیاست شد سیاست پدر مادر نداره و دیدیم که همین همینجور هست و خب برای ادبیات تا حالا هم نشون داده معمولا سیاست برای نویسنده بار نمیاره سیاست برای نویسنده اعتبار نمیاره بل... بلکه سیاست مدارا همیشه از نویسنده ها اعتبار میگیرن میره تو آلمان هر وقت شرودر میخواد بره مثلا برای ریاست جمهوری تبلیغ کنه گونتر میاره کنار دستش من اینو نمیپسندم یعنی من فکر کنم اصلا دو دنیای متفاوته ولی در کشور ما رژیم ما به خاطر اینکه خیلی میدونید اینقدر ضعیف و حقیر هست این همه مردم رو درگیر سیاست کرده یعنی همه رو درگیر میکنه تو درگیر سیاست میکنه و بعد بلایی سرت میاره که فرار کنی و بعد با تیر میزند <applause> ولی از طرف دیگه خیلی از خیلی از نویسنده ها در واقع معتقد بودن که سانسور به نوعی راه رو بر خلاقیت نویسنده و شاعر باز میکنه از یک نظرایی کما اینکه بعد از انقلاب فکر میکنم غلام حسین سایدی بود که گفته بود که سانسور داشتیم و میدونستیم چطوری حالا حرف بزنیم حالا انقلاب شده سانسور برداشته شده البته بحث سال اول انقلابه و ما نمیدونیم چطوری بنویسیم شما مثلا فکر میکنیم که واقعا در زمانی که سانسور وجود داره وجود نداره واقعا دیگه راه باز شما خلاقیت بیشتری دارین این سانسور خود جامعه یک سانسور داره سانسور اجتماعی هست یه چیزایی هستش که آدم نمیتونه اون چیزی رو که همینجوری تو ذهنش میاد هر آشغالی که تو کلش میاد بریزه بیرون یعنی آدم یه جاهایی این چیزها رو فیلتر میکنه ولی اتفاقا سپانلو هم چند وقت پیش گفته بود که سانسور به خلاقیت کمک میکنه من اینو قبول ندارم درسته یه جاهایی به من یک امکانی میده که مثلا من ذهنم خلاقتر بشه یک ترفندهایی پیدا کنه که من بارها کردم یعنی تجربهش رو هم دارم که مثلا وزارت ارشاد یک جایی کتابی از من رو گرفته بودن و گفتن که تصویر کردن اندام زن طبق فتوای خمینی حرامه و خب من ناچار شدم توی اون داستان یک مجسمه بسازم جلوی هتل بذارم بخشی از این اندام زن رو تو اون مجسمه بگم خب این یه بخش خلاقیته ولی به طور کلی سانسور خلاقیت و تفکر رو میخوشگونه و شما نظرتون راجع به این وقایع اخیر که بعد از اعلام نتایج انتخابات دهمین ده دوره ریاست جمهوری ایران پیش اومد چیه یعنی برای به عنوان یک نویسنده چطور نگاه میکنین به این قضا یعنی چه چیزی چه درسی به شما داده به عنوان نویسنده درسی به من نداده اون چیزی که من خب میدونستم با این حال آدم میره کمک جامعهش میره کنار جامعهش میسته ولی چیزی که سالها پیش من میدونستم این نظام 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 دیکتاتوریست نظام توتالیتره و چهار سال پیش با ZDF مصاحبه کردم و بهشون گفتم گفتم حکومت جمهوری اسلامی از امروز از جمهوری تبدیل شد به حکومت حالا خب خیلی از دوستان چهار سال بعد این رو تازه دیدن خب من جور دیگه میبینم و خب <applause> ولی من منظورم این حرکتیه که در ایران شروع شد حرکت اعتراضی حالا به حق یا نه به اون نداریم ولی مردم حس میکنن که یا زیادی از مردم ایران حس میکنن که به هر رایشون دزدیده شده و به این شکل اومدن خیابون و اعتراض دارن میکنن این به شما چه درسی میده این آقای فانی یک زمانی ما انقلاب کردیم من اون موقع 20 سالم بود و بعد یک چیزی رو که تو رمان فریدون هم بهش زیاد پرداختم همینه مسئلمه جامعه من و حکومت من حکومت کشور من پیروزی انقلابش رو با اعدام یک سری آدم جشن گرفته من معتقدم انقلابی که با اعدام آدم ها جشن شده مثل هر انقلاب دیگه انقلاب دیگه هم همین بودن میشه نه به این شدت نه به این شدت که بچه های خودش رو بخوره نه به این شدت که بزنه آدم های گروه های هر گروهی رو اهرام گروه دیگه کنه و پله پله اینا رو از بین ببره تا برسه به روزنامه نگار نویسنده و الان رسیده به مردم عادی یعنی به مردم میگه شما بیاین رای بدین من شما رو میزنم شما بیاین به من تاییدیه بدین من شما رو له میکنم عباس معروفی خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه به دیگه منم از شما ممنونم